سلام دوستان، من ویوانتم و خوش اومدید به گیم پلی دیگه. داخل گیم پلی امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری همه انمی های خودتون رو با یه شات، حالا یه شات هم نشد دو شات بزنید و بیشتر مچاتون رو وین بشید. پس حتما تا آخر این گیم پلی رو ببینید و گیم پلی هم لایک کنید و کامنت انگلیسی هم بذارید که ساباتون و ویو ها و لایکاتون نپره، چون که اگه یوتیوب نیاد لایک ها رو بگیره، کامنت ها رو بگیره، چون که من میبینم بعضی کامنت میذارن برای داخل نوتیفیکیشن برای من میاد، ولی وقتی میذارم روش هیچ کامنتی نیست، چون که یوتیوب میاد این کامنت ها رو ریموو میکنه. پس حتما کامنت انگلیسی بذارید که همه کامنت هاتون رو ببینم و یه وقت ویو ها و لایک هاتون هم نپره. دمتون گرم، مرسی که همیشه حمایت هم کردید. من بریم که گیم پلی رو داشته باشیم. اینجا هم همینجور که میبینید شادگان من ضعیف شده و مثل قبل نیست. این به خاطر اینه که زیاد SMG و اسنایپر بازی کردم. با شادگانم تمرین خاصی نداشتم، خیلی کم با شادگان بازی میکردم، به خاطر این شادگانم خیلی ضعیف شده. سعی کنید با همه گانا بازی کنید. شما یه بار لند میکنید SMG میاد زیر دستتون، باید بتونید باهاش بزنید. یه بار لند میکنید اسنایپر، یه بار لند میکنید شادگانه، بعد سعی کنید با همشون بتونید بازی کنید. منم این اشتباهی که کردم این بود که اومدم همش با SMG بازی کردم و شادگانم یکم ضعیف شد، ولی از الان به بعد میخوام با شادگان تمرین کنم و شادگانم رو مثل قبل کنم. اگه ویدیوهای قبلیمو ببینید متوجه میشید چقدر شادگانم قوی بود. اینجا اولی رو میزنیم. سعی کنید همیشه های گرند رو بگیرید که تسلطتون رو انمیاتون بهتر باشه. یه اسلاید، یه هدشات ناموسی. دیگه این فارم نمیپره بدبخت. ببینید دوستان، من همش در حال حرکتم، این باعث میشه که انمیم گیج بشه و خیلی راحت‌تر بتونم بزنمش. حتی اگه یه تیم دیگه هم بیاد من میتونم فرار کنم و باعث میشه که این دوتا با هم دیگه فایت بدن. الان انمی من اصلا نمیدونه که من کجا هستم. الان اینجا رو ببینید، من میرم اینجا پشت این کمپ میکنم، ولی انمی اصلا خبر نداره که من اومدم داخل خونه. ببینید خیلی راحت انمیمو میزنم. سعی کنید همیشه در حال حرکت باشید که انمیتون نفهمه شما کجا هستید، چون که اگه یه جا وایسید انمیتون میتونه به یارش بگه که شما کجا هستید، یارش بیاد از پشت بزنتتون یا خودش نیدی بزنه، یه چیزی بزنه و شما رو کیل کنه. پس سعی کنید همیشه در حال حرکت باشید که هم انمیتون رو گیج کنید و هم خودتون از بازیتون لذت ببرید. ببینید اینجا من انمی رو با یک تیر ناک کردم و یه تیرم فنشش کردم. این به خاطر این بود که من اومدم با شاتگان اسکوپ گرفتم. شما وقتی با شاتگان اسکوپ میگیرید همه تیراتون یک جا میخوره، تیراتون خیلی جمع میشه که این باعث میشه انمیاتون وان شات بشن. حالا بعضی هم هست که سختشون و اصلا نمیتونن اسکوپ بگیرن، که اصلا مشکل نیست. شما میتونید از همین پرکی که عکس رو تصویر گذاشتم استفاده کنید و انمیاتون رو وان شات کنید. این پک باعث میشه که تیراتون پخش نشه و همه تیراتون رو جمع میکنه و یک جا میزنه، که داخل فایت های 15-20 متری هم بعضی جا به دردتون میخوره و خیلی خیلی کمکتون میکنه. یه راش میدیم و یه کیلدوزی بامرام. کلن همه جا رو گرفتن، های گراند رو دارن، همینجور هم دارن نید میدازن.
اگه بریم بیرون اینجا بهمون تجاوز میشه، پس بهترین کار اینه که اینجا رو بیخیال بشیم و بریم، اصلا فایده نداره. همیشه قبل از راش اگه مطمئنید که انمیتون شما رو نمیبینه، نایفتون، تبری، هر چیزی که دارید دستتون بگیرید که حرکاتتون سریعتر بشه و خیلی راحتتر و سریعتر به انمیتون نزدیک بشین و بزنیدشون. وقتی که شما نایف یا تبرتون دستتون رو باز میشه که سرعت دویدنتون بیشتر بشه و خیلی سریعتر به انمیتون نزدیک بشید. را اینجا من راش دادم اینو، پوریفایر شد، دیدم پشمام ریخت و فرار کردم. گفتم دیگه بیخیالش بشم، ارزش نداره به این یارو بمیرم. اینجا هم قدرت HS رو میبینیم. بدبخت لانچر داشت ولی HS فرصت نفس کشیدن هم به یارو نداد. به جای اینکه اسنوبورد فرار کنه و ماشین بیفته دنبالش، ماشین داره فرار میکنه، اسنوبورد افتاده دنبالش. همه چی داره عوض میشه دیگه. ای خدا، قیامت نزدیکه. خدا وکیلی نمیشه دست بازی کنیم و یکی تانک نگیره. این تانکا رو گذاشتن برای بازی خراب کردن. حالا بازم خوبه این گرنت زردار رو گذاشتن، همون ناگس رو گذاشتن که میشه زدشون. حالا اگه اینا هم نبود دیگه کارمون تمام بود. خدا وکیلی کلا با تانکیل زدن لذتی نداره. نمی نید میکنیم و نمیدونم چرا حرکت نمیکنه. اگه سرنشیناشون همون کسی که درایورشه یکم زرنگ باشه میتونه از دست این گرنیدا فرار کنه. شد ناموسی شو خوش بابا، تو باشی دیگه تانک نگیری. ببین ترپ زده مثل موش وایساده سر جاش. نه اگه من به این مرده بودم تایتل این نبود، تایتل فوش ناموسی به اکتیویژن بود. آخه چه وضعشه، حداقل یه تکونی بخور ترپ زدی.
اینجا هم این پله های این آسیابه باگ داره، هر وقت روش میری یکم کارکترت کند میشه. نمیدونم این باگ برای من یا برای همه هست، ولی اگه برای شما هم هست سعی کنید اینجا که میرید کسی نباشه. اگه کسی باشه رو پله ها دیگه یه تجاوز ریزی بهتون میشه، بعد مستقیم برگردید تو لابی. اینجا هم این داخل آسیابه کم کرده بود، بهترین کار این بود که من بیخیالشم و برم های گرند رو بگیرم، برم داخل وسط سیف وایسم که دیگه هم سیف رو داشته باشم و هم انمی من بتونم ببینم که اگه راش هم میده راش نمیده و خیلی راحت بتونم بزنمش. مثل اینجا مثل بلوکی وایساده سر جاش. خب دوستان این گیم پلی هم تموم شد. لطفا یادتون نره که کامنت انگلیسی بذارید که یوتیوب ویو و لایک و کامنتاتون رو دیلیت نکنه. دمتون گرم، عشق منید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارت.